در واقع سکولاریزم با مدرن شدن جوامع رابطه بسیار بسیار آیا نزدیکیه. میشه برای اینکه من بتونم اینا عملا لمسش کنم، بله، برای یک دختر 24 ساله ای که میخواد در این زمان زندگی کنه ولی در این حال به مفاهیم معنوی و انسانی معتقده، در این حال در یه فرهنگ اجتماعی که به غلط تفهیم کرده مفاهیم معنوی رو زندگی میکنه، شما دارین میفرمایین سکولاریسم موقعی مفهوم ضد مذهب رو بهش داده به غلط که ادعاش اینه انسان پویاست، افکار پویاست، انسانیت محوره، بنابراین هر سنتی، هر فرهنگی، هر دینی که بخواد این پویایی زمان روش رو بگیره ما میذاریمش کنار. پس بنابراین چگونه میذاریمش کنار؟ آفرین، با فرهنگ سازی، با خردگرایی. نه اجازه بدید، اینجا خیلی نکته مهمیه جانم. دولت سکولار این کاره حالا دولت با قانون سازی. حالا ببینین اینجا یه اشکال اساسی وجود داره. جامعه اگه خردگرا باشه، من ببخشید این رو تو تلویزیون میگم، بذارین دشمن من باشم، اگه به ظاهر بنگریم علما، عمرا سبب قفلت عبادن، ولی اگر فی الحقیقه ناظر باشیم این عباد جاهله که چون قدرت تحلیلی انتخاب رو نداشته یه فرصت و فرجه ای رو فراهم کرده، رأی درستی نداده، انسانهای به ظاهر فقیر در انتخاب کرده. یعنی جامعه رو عوض کنی رهبر رو عوض میکنه. خب ببینین یه بحث اصولا هستش که من اینجا دیگه نخواستم جزئیاتش برم. یک رشته مطرح شده جامعه شناسی سیاسی. جامعه شناسی سیاسی همین رو ببینید، در جوامعی که خیلی دیکتاتوری بودن جامعه زیاد اون بالا تأثیری نداشته. در شرایط فعلی این عوض شده. جا وقتی ما میگیم مرد، همین که شما میگین مردم عوض میشن، دولت حالا حتی خشنترین دولت ها مجبورن تمکین کاملا صحیح. بنابراین اینی که ما در کشورهای، البته من اینو به شما بگم، مسئله سکولاریزم رو حالا اگر بعدا وقت شد میتونیم تفکیک کنیم بین کشورها، یعنی اون چیزی که در ایران میگذره و اون چیزی که در آمریکا میگذره اصلا به کل با هم فرق داره. بین ما در لیول های مختلف ولی من دست علتش هم واضحه، چون مشکلاتی که در این جامعه باش روبرو هستی با مشکل و مفاهیمی و که مفاهیم از دین داری و حتی دینی که در این جامعه در جریانه. یعنی من مثالی برای شما بزنم، دو دین اسلام و یهودیت، شما نمیم میدونین یا نه، مجسمه حضرت محمد و حضرت موسی در سوپریم کورت آمریکا هست. بله، چرا اینا این کارو کردن؟ برای اینکه اینا قانون گذار بودن، درسته؟ این نشون میده که این دو دین با قانون و فقه و اینا خیلی ارتباط نزدیکی دارن، ولی مجسمه حضرت عیسی نیست. چون علت هم داره، علتش اینه که حضرت عیسی بیشتر به عنوان یک مصلح ظاهر شده تا یک استیتمن، دولت تشکیل نداده. حتی اومدن این مسئله مهمیه. بله این خیلی مسئله مهمیه. عشق بدون قانون مفهوم نداره. جناب مهندس، ما الان ببینیم روابط محتاج به قوانینه. بله، ولی اگر اشکالی که ما الان با موسی و محمد و حسن و حسین داریم، ما کاری به اینا نداریم، میگیم قانون باید پویایی داشته باشه. اشکال چسبیدن به یه قانون. همینو به شما میگم. ببینید در مسیحیت که راحت تر اینا سکولار شدن، همون داستان معروفه که کار تزار سزار رو به سزار بذار، کار
خدا رو به مثلا الان دقیقا جمله شما بله اون چیزی که به مسیح بله به مسیح اون چیزی که به سه ببینین دلیلی که اسلام و یهودیت برای اینکه در این دو دین مثلا حضرت محمد دولت تشکیل داد برای این وقت که سیاست هیچ وقت اسلام بیرون نرفته وقتی شما دولت تشکیل میدین مجبورین قانون داشته باشین مجبورین آدم ها رو اعدام کنین مجبورین زندان داشته باشین و و و و بنابراین این فرایند در کشورهای مسلمان سخت‌تر انجام میشه شما در تمام طول تاریخ ببینین من تا حالا ندیدم بگم که مثلا جمهوری کریستین ریپابلیک ولی شما کشور اسلامی و یک کشور یهودی اینا بودن دلیلش هم روشنه دلیلش هم اینه که این ادیان سیاست درشون تا حدود زیادی ادغام شده ولی همین کشورها وقتی در مواجهه با شهرنشینی قرار میگیرن مواجهه با صنعت قرار میگیرن و و و اینها دیگه قادر نیستن اون قوانین رو اجرا کنن و کم کم اون قوانین رو به طور محترمانه میذارن کنار بحث دقیقا سر همینی این پروسه رو این فرایند رو یک شبه شما نبید اگر یک شبه بود بهشن میگفتم فرایند شما سکولاریسم رو چه جان لاک داره صحبت چه میکنه بلخص میدونید جان لاک اون کتاب معروفش هست Representative Government آیا شما وقتی سکولاریسم رو از دیدگاه جان میبینی لاک دولت رو که Representative جامعه میبینه اینو درک رو ایجاد نمی کنه که اگه جامعه سکولار بشه گاورمنت هم سکولار میشه به مفهوم مثبت والا ببینین من اولی یه تفکیکی بکنم این از زمان انقلاب مشروطه ما با این مفاهیم زیاد درگیر نبودیم ببینین اولا تمام اون افکاری که وارد جامعه ما شده بر مبنای افکاری که در جوامع مسیحی به وجود اومده بله این یکی از مشکلات بزرگی درک درستی اینها از جوامع اسلامی نداشتن نمونه خیلی خوبش هم همین داستان آقای بوش بود که میگو ما رفتیم در جرمنی ما در جرمنی رفتیم دموکراسی بردیم حالا در عراق هم میتونیم ببریم در افغانستان هم میتونیم این غلط در اومد برای من این وقت ولی حالا خواستم اینو بگم جان لاک این پایه ها رو گذاشت در زمانی که مدرنیته داشت رشد میکرد و اولین کشوری که اتفاقا این پایه‌ای که جان لاک و دیگران گذاشتند در قانون اساسی آمریکا تجلی پیدا کرد کاملا صحیح اینم برمیگرده به اون که اون افرادی که از اروپا فرار کرده بودند از اون تیرنی از اون دیکتاتورشیپ میخواستن یه جامعه جدید و اینجا درست کنن مشکل اصلیشون اون موقع نه کمونیسم بود نه هیچ یعنی ایدئولوژی نبود بعدن سکولارا با ایدئولوژی هم درگیر شدن مشکلشون دین بود و بزرگترین کاری که در قانون اساسی آمریکا کردن سفرش. آزادی ادیان بود بله یعنی یکی از تضادهایی که شما میدین دائم تو اروپا مسیحی ها حتی بیشتر کشورهای مسلمان یهودی ها رو اذیت میکردن و اینا این قانون رو گذاشتن ببینید مفهوم سکولاریزم یه عده میگن به این که نه اینکه شما دین رو پس بزنید یه چیزی رو ازش میگیرین فقط میگن این دیگه در حوزه اختیار تو نیست قانون دیگه در حوزه اختیار تو نیست ببینید سکولاریزم اینطوری که شما تعریف کردی که خیلی هم مناسبه داری به منی که مسیحی هم کلمی هم مسلمان هم باهایی هم فرق نمی کنم ما میخواییم کلی حرف بزنیم میگی حبیب انقدر رشد فکری در ایجاب بشه که این دینه رو حفظش کن در این حال پویاییت هم حفظ کن و قبول کن بنابراین که بعضی از این تعالیم قوانین مربوط به یه جامعه موضع خاص خودش بوده اصلا اشکال اساسی که در اکثر این ادیان وجود داره
که اینا متوجه نیستن، میگن نه تمامیت. شما وقتی که بری به این کسایی که درباره حجاب می نویسن، میگه هر چی تو میگی درسته، ولی وقتی کلام رسول ابدیه، یعنی فرایم وجود نداره. به نظر من توجه به این که این تفهیم از دین غلطه، چون طبیعی نی، چون انسانی نی، این شاید یه مفهوم جدیدی از سکولاریسم بده.